میگن اینجا خیابان بیورلی درایو در شهر بیورلی هیلز که یکی از مطرح‌ترین و زیباترین شهرهای دنیا هست من با شما صحبت میکنم و در این خیابان مکانی است تحت عنوان رومی کالکشن بیورلی هیلز. در این مکان شما میتونید شاهد اجناس انتیکی که متعلق به قرن 19 هست و حتی اجناسی که مد روز میتونه به حساب بیا رو شما شاهد باشید. در چنین محلی که قطعاً میتونه یک مرکز فرهنگی باشه، چرا که در هر جایی که ما شاهد گردآورنده اجناس انتیک باشیم میتونه یک مرکزی باشه برای ثبت تاریخ از آنچه که گذشته تا به امروز در جریان سلیقه های مردمی قرار داشته. در نتیجه امروز میریم به رومی کالکشن بیورلی هیلز در شهر بیورلی هیلز و شاهد این واقعه بزرگ تاریخی خواهیم بود. درود بر شما دکتر آرش اکبر در رومی انتیکس. بله. واقعا رومی رومیه به قول معروف. بله. خسته نباشی. تبریک میگم به یه میدونی این گالری ها حکایت بسیاری پشتشه، داستان بسیاری پشتشه و بسیار مورد میدونی احترام باید باشه، نه به عنوان یک بیزینس، به عنوان اینکه میتونه نموداری از فرهنگ کشورهای مختلف باشه. و امروز من ببینم که دکتر اکبر با چنین ابتکاری تونسته این کار رو انجام بده. بله، کاملا درست میفهمید. منم خب شخصا خیلی علاقه دارم به این اجناس به خاطر اینکه خب هر کدوم از یکی از این عتیقجاتی که اینجا میبینین خب یک تاریخچه پشتشه، یک تاریخی هست که خب بیشترم میدونین در اون زمان همه اینا ماشینالات نبوده که بخوان همه با دست انجام شده. با دست انجام شده، یعنی خود این الان با دست انجام شده، کاملا با دست، یعنی این شیشه مثلا با حرارت و با 100% به کار گرفتن دست یه همچین شکلی پیدا کرده. به خاطر همینه که ارزش زیادی داره دیگه، برای اینکه از حتی این برونزش گرفته تا حتی شیشه و همه چی با دست انجام می‌شده و ماها طول می‌کشیده که یه همچین کاری انجام بشه. من این گلدون رو، این نو گلدون رو دیدم. این چه داستانی پشتشه؟ این عکس، این تصاویری که روش هست، اینا چه جوری تونسته نقش بسته بشه؟ تمام نقاشی دسته. دوباره برمیگردیم به همین موضوع که خب تمام ارزش این کار اینه که با دست انجام دادن دیگه، نقاشی رو کشیدن. یعنی اینا همه نقاشی که با دست، همه با دست. و حتی اصلا اون موقعش عکسی دورمینی نبوده. نه دیگه، همه تمام ارزش کار به همینه که این نقاشیه. بعد کار بسیار سختی بوده چون اینا خب پورسلنن دیگه و اینا مثلا باید می‌بردن تو کوره که وقتی بعد از اینکه نقاشی رو می‌کشیدن می‌رفته داخل کوره و داخل حرارت زیادی و کار بسیار سختی بوده. بعضی وقتا هم نقاشی رو می‌کشیدن وقتی می‌رفته تو کوره می‌شکسته. عجب. دوباره از اول این کارو می‌کرد. این دو تا گو منو کشته. بله. دفعه اول که اومدم اینجا رو دیدم، اولا چه میز قشنگیه این. بله بله. این میز حکایتش چی هستن؟ ببینین میز خب باز مال همون قرن 19 است، کار برونزکاری، کار فرانسه است. دلیلی که این میز مهمیه به خاطر سنگیه که روشه. این سنگ ملکایته و این سنگ حتی توی جواهرات استفاده میشده. خب خیلی سنگ قشنگیه، رنگش سبز. دستات خیلی گرون باشه. بله بله، به خاطر اینکه یعنی هر قطعه کوچیکی از این برای جواهرات به کار گرفته میشه. بله درسته. بله به خاطر این میز مهمه. خب اینا همه با دست، درسته؟ کار دست. این مال چند وقت، چند سال پیشه؟ قرن 19، مثلا 1860. یعنی مال 2300 سال قبل. 200 حداقل 200 سال پیش. بله. خب اینا همینطور با حرارت درست شده و با دست. خب این کار لالیکه. الان ببینین شما خیلی از کارهایی که اینجا میبینین مال کمپانیای بزرگ فرانسویه. اینا 200-300 ساله که خب دارن میسازن این اجناسو. این
این خب خیلی معروفه دیگه، لالیک کمپانی، دو تا کمپانی بزرگ کریستال در فرانسه هستن، یکیش باکارا هست که این لوست ها یا شندلیر ها کار های بله. این کار باکارا هست و خب یه کمپانی خیلی لوکس و شیک فرانسویه و بعد اینم کار لالیکه. بسیار عالی. این بیشتر حتی به خونه مدرن هم خیلی میخوره. این ساعت چیه؟ چون میبینم خیلی جلو چشم هستش. بله. این ساعت ها بیشتر کار یک شخصی بوده به اسم فرانسوا لینک فرانسویه. بیشتر کارهایی که اینجا میبینین کار فرانسه است. عتیق جات ایتالیا چی؟ ایتالیا مسلماً توی این مسائل نقش داشته. کمتر مثلا نقاشی‌های خوبی در ایتالیا انجام میدادن، ولی بیشتر کارهایی که اینجا میبینین کار فرانسه و قرن 19. این ست خیلی دیدم. این کپی هستش یا اینکه هر کدوم از اینها اصله؟ ببینیم همه چی اینجا اصله. نه اینجا رو میدونم ولی کپیش هم درست میکنن. نه ممکنه ما سعی کردیم که چیزی اینجا باشه. یعنی همه رو مال قرن 19 رو بیاریم، کار جدید نیاریم، چون اگه یه دونه کار جدید بیاریم فکر کنم حالا همش جدیده. ولی واقعا این قرن 19 همونجور که داشتم توضیح میدم، حتی تمام این برنزکاری با دست انجام شده و خب خیلی جالبه دیگه. من همیشه ازم میپرسن چرا مثلا ساعت رو با شمدون همیشه. چرا؟ به چه دلیل؟ خب ببینین اینا خب در قرن 19 که اینا رو میساختن خب اصلا برق و الکتریسیتی نبوده و خب باید شبا میتونستن ببینن ساعت چنده دیگه. به خاطر همین شمدونا شم روش بوده، روشن میکرده. یعنی زمانی که برق نیومده بود ولی ساعت بود. بله عجب. بله به همین دلیل کرد. بله. ببین اینها نشانه های فرهنگیه که خیلی ها متوجه نمیشن. متوجه یعنی خود این نشانه بارز از اینه که قبل از اینکه برق ما داشته باشیم ساعت رو داشتیم. 100%. چون اتفاقا یه مکانیسم خیلی چی میگن خیلی پیشرفته ای داره برای اون زمان. اصلا آدم باورش نمیشه که یه تونستن یه همچین مکانیسمی رو بسازن. تابلوهای بسیار اینجا میبینم. اینا همه مال دوره 100%. اینا هم قدیمی هم مال همون 19 یا 18. همه بیشتر مال امضاهای خیلی مهمی روشونه، کارهای آرتیست های خیلی مهمی بوده که مال اون زمان بودن. بعد بسیار عالی. خب بریم اون طرف ببینم که چقدر جای قشنگی اینجا. خب اینا این همون سنگیه که راجع به صحبت کردی؟ بله بله درسته. درسته بله. اونجا؟ بله بله. حالا برای این به کار گرفته برای شده. برای اینم به کار گرفته شده. بله. خیلی رنگش خب خیلی قشنگه. خیلی زیباست و چون رنگ سبز به خصوصی داره خیلی خانوما خیلی دوست دارم. من شخصا خود خانومم عاشق این رنگه برای خونه و خیلی قشنگه دیگه. بله. خب این مجسمه و اینها داستانش چیه؟ اینم همونطور دیگه. ببینید بله دیگه اینم باز مال همون زمانه. در اون زمان مثلا شم میذاشتن توش، تورشر بهش میگن به فرانسه و خب اینا رو معمولا ورودی مثلا یه قصر اینو میذاشتن. مشعل بوده. مشعل بله. و روشن میکرده دیگه. خب الان مشعل رو برداشتنش کردنش لایت. دقیقاً. یعنی خود این در اصل یه روزی مشعل بوده. دقیقاً. تمام این حتی شمدونایی که میبینین زمانی خب شم میذاشتن، هنوزم میشه شم. بعضی ها رو برداشتن مثلا برق گذاشتن، خب میتونیم بزنیم به برق، ولی کار یعنی کار همون مال همون دوره قرن 19. اینم که همینطور که شما فرمودین درسته. اینم دوباره یک ساعت شمدون بسیار زیباییه. خب کار خیلی قویه دیگه. مثلا اگه توی جزئیاتش بریم متوجه میشین که خب خیلی روش کار شده، خیلی زحمت میکشیدن. اون یه از سواری که این ناپلونه دیگه. بله. درسته. خب بله. این تمام طلاست؟ ببینید آب طلاست. آب طلاست. ولی خب همون چی میگن آب طلای قرن 19 اوریجیناله، همون یعنی پرطلاتر از طلای امروزه. دقیقاً. یه طلای به خصوصی اتفاقا استفاده میکردن که خب در این سالها هنوز مونده و خوبیش اینه که بله جالبه. این شطرنج هم خیلی جالبه. این شطرنج ببینین جالبه، کار اتفاقی کار اتریشه، کار باز قرن 19 است
و تمام نقره است. نقره با میناکاری. عجب. بسیار کار قوی. خیلی روش کار شده. بله. نه؟ خیلی روش کار شده. خب پیانو چی؟ این مال کدوم؟ اینم این مال همون 19. قرن 19 است. حتی امضاش اینجاست. اون شخصی که داشتم براتون صحبت میکنم که در فرانسه خیلی معروف بوده و برای مثلا شاه‌ها و نمیدونم آدمای خیلی مهم در کاخ‌ها گذاشته می‌شده. که اسمش هم از فرانسوا لینک و امضاش هم اونجاست. جالبه. بله. اینم که یک اینم باز دوباره یکی از کارهاییه که باز مینای اتریشه. این کار اتریشه. بیشتر کارهایی که میبینین مال فرانسه است ولی بعضی وقتا خوب میبینین اتریش هم خیلی قوی بوده تو کار نقاشی و اینا. بله. این خیلی قشنگه. این ساعت رو این ساعت رو فرانسه برای چین میسازه و یه ساعت خیلی جالبیه که حالا الان نمیتونم کارش بندازم چون چیزشو ندارم ولی خیلی وقتی که راه میفته اصلا این آبشار شروع میکنه به کار کردن و نمیدونم تمام اینا میچرخه خیلی جالبه. یعنی این تکنیک همون مال قرن 19 همه. حتی صحبت اینه که این باید قرن 18 باشه. عجب. از اونای دیگه هم قدیمی‌تر. خیلی جالبه. خب بریم به بخش دیگری از اینجا. اینم که کلکسیونی از چی میگن طلا میذاشتن تو این دیگه، طلا جواهر میذاشتن. بله درسته. این یه جعبه یه که برای اون کار استفاده میشده، مثلا چیزهای مختلفی درست میکردن دیگه. با همیشه با سلیقه بسیار و بسیار عالی. خب بیایم به این طرف. میبینم اینجا مجموعه از طلا، جواهرات، انتیک، خدمت شما عرض کنم کیف، کیف‌های زنانه، همه چی وجود داره. خیلی جالبه نه؟ بله. خب کیف‌ها البته حساب بده. کیف‌ها اختصاص داره به خانم‌ها. نشه من فکر کنم هلیای عزیز همسر نازنین فکر کنم خیلی زیبا میتونه راجع به این کیف‌ها صحبت کنه چون قطعاً اطلاعاتش بیشتره. درود بر شما. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ مرسی. خب من دوست دارم که راجع به این کیف‌ها صحبت بکنیم. چه جوریه جریانش؟ اینا کیف‌های ارمس هستن که ما داریم. این کیف‌ها سخت میتونه به دست بیاد. در خود مغازه ارمس که سالها ازشون خرید میکنن و اصولا باید بالای 200 یا 300 هزار دلار خرج کنن تو مغازه تا شاید بتونن یه دونه از این کیفا بگیرن. و ما مدلای مختلفشو داریم، کلی داریم، سایزهای مختلف، برکن و لیمیتد ادیشن که تاچ هستش با پوست کروکودایل سوسمار. بله. عجب. بله بله. ارزون ترین به اصطلاح قیمت این کیفا چقدره و گرون قیمت ترینش چقدره؟ بله اصولا وقتی که اگزاتیک سکن یعنی پوست سوسمار استفاده میشه در این کیفا قیمتشون بالای 60 هزار دلار هست و دیگه از 15-16 هزار دلار داریم به بالا. خب خانم ها بیشتر این نوع کیفا رو استفاده میکنن الان نه؟ یعنی این برندو الان دیگه جزو کلکسیونای اصلیه. بله دیگه. ولی خب هر کسی هم نمیتونه واقعا افورد بکنه که بتونن این کیفا رو داشته باشن. بله. اینجا میدین فرانس. اینجا همه اجناس اکثر شوها متعلق به فرانسه. غیر از یه جنس مال اتریش بود ما با هم صحبت کردیم. خب فرانسه واقعا حرف اول رو میزنه حتی توی اجناس کیف‌های لوکس. خب بریم اونجا قسمت طلا جواهر که میدونم تنها خانوم ها در این راستا میتونن قشنگ اکسپلین بکنن. درسته؟ بله. طلا و جواهر ما برندهای مختلف، مارکای مختلف داریم. ون کلیف، بولگری، کارتیر و نو و وینتج. هر دوش. اینا همه مادرن هستش. خیلی هم مادرنه هم انتیک هستش. انتیک هستش، هم مدرن هستش و هم میتونیم هم میخریم اگر چیزای با ارزش داشته باشن و برای فروش هم داریم. بسیار عالی، خیلی ممنون. قطعا همه ما میدونیم که ساعت یک اکسسوری زینتی است، چه برای خانم ها چه برای آقایان، و
در رومی کالکشن بیولی هیلز شما شاهد انواع و اقسام ساعت‌هایی هستید که در دنیا برندش مطرحه. ساعت‌های گران قیمت، میان قیمت، و امروز میتونیم در این مکان ساعت‌های مطرح، زیبا و قشنگی که برای خانم‌های سخت پسند میتونه مورد توجه باشه دوباره‌اش صحبتی داشته باشیم. قطعا دوست بسیار عزیز من آلن اینجا هست. های آلن، خوبی؟ مرسی. خیلی خوشحالم ببینم. آلن به هر حال مدیریت اینجا رو به عهده داره و کارش هم به قول معروف درسته و میبینم که به چه صورتی با حوصله با کسانی که از قبل اپوینتمنت میگیرن و به اینجا میان باشون چقدر به راحتی صحبت میکنه، وقت میذاره و خواهش میکنم. خوشحالم. راجع به ساعت‌های اینجا میخوایم صحبت بکنیم. اولا میخوام بپرسم که مثلا این ساعت اوضاعش چجوری از داره؟ اوضاع بسیار عالیه. یه توضیح اوورال من بدم راجع به این قسمتی که هستش. ما سعی کردیم مجموعی از بهترین برندهای ساعت دنیا رو، هم از پاتک فیلیپ، اودمار پیگی، رولکس، بریگی، اولیس ناردین، واشون کنستانتین و و و بهترین ساعت‌های ساخت سوئیس رو ارائه بدیم به مشتریامون و ساعت‌هایی که در خود بوتیک‌ها امکان خریداریش وجود نداره، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در قاره‌های دیگه، آسیا و غیره. باید شما پرچس هیستوری خیلی بالایی داشته باشید که شاید یکی از این مدل‌های معروف و پاپولر رو که ترند هستش الان به شما آفر بدن. و ما اینجا سعی کردیم قسمتی از تمام مدل‌های معروف رو پیش هم به نمایش بگذاریم و هر ساعتی هم که مشتریامون بخوان و نداشته باشیم در عرض یک هفته، چه در صورت آکپند بودن، چه در صورت به شکل یوزد کار کرده، میتونیم واسهشون ارائه بدیم. ساعتی که شما منشن کردید، اشاره کردید توی بحثاتون، این ساعت یکی از ساعت‌های نوع پاتک فیلیپ هستش، برند پاتک فیلیپ و کالاتراوا، از خانواده کالاتراوا هستش که بهش پایلت هم میگن و قیمتش حدود 40-45 هزاره، بستگی به سال و قدمتش داره. خب این چی؟ این یکی از بی‌نظیرترین ساعت‌هاییه که تمام ساعت بازا به قول گفتن به دنبالشن. ساعت آقای رونالدو باید بگیم بیاد اینجا. ساعت اودمار از برند اودمار پیگه هستش، از خانواده رویال اوک. ولی شناسی که این ساعت داره به خاطر اسکلتون بودنش، یعنی تمامی موومنتش رو، تمامی ساختارش رو از بیرون به صورت واضح، یعنی کریستال کلیر دیده میشه و یکی از پیچیده ترین، یعنی سافیستیکیتد ترین موومنت هایی که درست میشه در ساعت سازی دنیا. عجب. قیمتش 120,000 هستش. عجب. بله. خب دیگر ساعت هایی که میتونه مطرح باشه اینجا هر کدوم اینا. ما ساعت هایی داریم از رنج 10,000 شروع میشه تا رنج 500,000 و هر ساعتی هم طوری که من از اطلاعاتون گفتم، هر ساعتی هم که مشتریامون دوست داشته باشن خریداری بکنن، در عرض یک هفته هر مدلی، هر قیمتی، هر باجی که داشته باشن رو میتونیم واسهشون تهیه بکنیم. ساعت‌های دی دیت هستش، ساب مارینر هستش که خیلی معروفن، ساعت‌های یات ماستر، دی جاست، تمامی اینها اگه از بوتیک رولکس بخواید تهیه کنید 5 تا 6 سال بستگی به پرچس هیستوری شما داره. طول خواهد کشید تا بتونید یکی از اینها رو تهیه بکنید. به هر حال بینندگان عزیز، اگر صاحب ساعت‌های به اصطلاح مطرح هستید، ساعت‌های که همونطوری که الان عزیز توضیح دادن، میتونید برای خرید یا برای فروش به اینجا تشریف بیارید. باور کنید با مدیریت بسیار خوبی که الان داره شما رو راضی نگه خواهد داشت. ممنون از لطفتون. مرسی. بریم به بخش دیگری. میبینیم که اینا چه جریانهش؟ خدای من دوباره این یک سرویس کامل، مثلا مال
غذاخوریه، ولی خب همه چی توش هستش، شرابخوری هستش، کافی هستش، چایی هستش. بله. این کار آلمان قدیمه، یه کمپانی به اسم درستن بوده که دوتا کمپانی در اون زمان بودن، یکی کمپانی مایسن بوده، یکی درستن، که قوی ترین کارا رو انجام میدادن. و باز دوباره یک چیزی که مهمه اینه که تمام نقاشی ها کار دسته، عجب. یعنی دونه به دونه عجب. اینا رو نقاشی کرده. چقدر کار شده خیلی، رو این خیلی خیلی واقعا رو. یعنی آدم میبینه. خب بیایم اینجا وارد میشیم توی یه بخش دیگری که اونم ساعت و شمدون هستش. بله. و این ساعت ها و این هم که ویترین هایی که اینا همه تعلق داره به همون سال. بله، ما چیزی نبودیم که جدید باشه. یعنی اینا همه مال قرن 19 یا شاید بعضیاش 18. واقعا این خیلی این تابلوها قشنگه. چقدر طبیعیه. بله، اتفاقا جالبه ببینین این تابلوها، اینا تابلویی که روی پورسلن نقاشی شده. یعنی در اصل میگن مثل دوباره همون موضوعی که اون اول بهش اشاره کردم، یعنی که نقاشی که میکردن بعد باید میبردنش روی موم میذاشتن دیگه. بله. روی موم نقاشی میکردن. رو مثلا نقاشی دیگه روی مومه، ولی این روی پورسلنه، روی چینی. چی میگن پورسلنه؟ چینی هستش. بله. یه نوع چینی هستش. بله. بله. بچه ها بله. کار بسیار سختی بوده، چون بازم اینو میبردن داخل کوره و بعد اگه میشکسته دوباره باید نقاشی رو دوباره میکردن. بله. این هم چک خیلی قشنگه. درسته. بازم کار دست. دونه به دونه نقاشی ها کار دسته. اینا همه کارهای فرانسه است. کارهای فرانسه است. یعنی بله. میخوایم این رو بدونیم که آیا کشور فرانسه در این تو این راه مثل این که پیشتاز بوده، نه؟ 100%. ببینین در هر کاری، خب مثلا شما توی مثلا چوب کاری ممکنه مثلا ایتالیا هم کار انجام میداده، ولی تو کار مثلا برنز، نقاشی و این کارا بیشتر فرانسه واقعا حرف اولو میزده. بیشتر اجناسی که اینجا میبینین کار کشور فرانسه. خب این تابلو به این بزرگی، این از کجا اومده؟ بله، این تابلو هم بازم یک نقاش فرانسوی اینو کشیده. البته سبک اورینتال، یعنی چی میگن، سبک واقعا مال مردم خاورمیانه خیلی از اینا خوششون میاد، چون یک سبک به خصوصی لباسا نشون میده دیگه. لباسای بله. و ولی خب بازم کار فرانسه بوده. بسیار تابلوی قشنگه. بسیار عالی. اینم که قفسه هایی که بهش کمد میگن دیگه، نه؟ بله. یا شو ویترین هم هست. بله. چون داخلش میتونین اجناس حالا هم فرانسوی رو یا قدیمی رو به نمایش بگذارین. به خاطر همین خب برای خونه ها خیلی قشنگی اینا رو تهیه کنین. خب اینم که همون شکلی که اول ابتدا گفتید، همه اینا با دسته. 100%. و اینم با دست درست. بله. این دوباره کار کمپانی باکاراست که صحبتش رو کردیم، چون برنزش رو در اصل خب برنزکار درست می‌کرده در فرانسه، ولی شیشه‌اش یعنی کریستالش کار کمپانی باکاراست که هنوز بهترین کارها رو ارائه می‌ده. خب میزها چطور؟ میزها هم همینجور. اینم این مثلا این نقاشی‌ها، و وقتی باز دوباره روی پورسلن نقاشی میشه، اینا بهش یه کمپانی بوده که در شهر پاریس، نزدیکای پاریس، به اسم سور به اینا میگن، مثلا پورسلین سور. خب این میز چطور؟ این هم برای خودش باید شناسنامه ایده لینکیه که یه میز بسیار استثنائیه. ببینین کار بسیار قویه. شما اگه صورت رو نگاه کنین، کار دست رو میبینیم که چقدر روش زحمت کشیدن، چون اگه با ماشینالات بخوانی همچین کاری امروز انجام بدین، به هیچ وجه به این قشنگی در نمیاد، به این طبیعی نمیتونه باشه. بله. این گردونم حکایت از همون داستانی داره که همه این نقاشی کار دست. چطور ممکنه اینقدر طبیعی، اینقدر رنگ و طبیعی، چقدر زیبا و قشنگ. باورتون نمیشه که چه زمانی برده. من فکر کنم خیلی باید یا شاید یک سال مثلا روی این زحمت کشیدن که با اینو نقاشی کنن. بله. خب بریم به قسمت فرش. بله. بریم فرش رو و اونجا یه نگاهی داشته باشیم. بله. به بخش فرش که اون هم داستان درازی داره. بله. خب میبینم که فرش های تزئینی و
همه اینا هم قدیمیه دیگه، همه اینا انتیکه، فرش انتیک. هم قدیمی هست هم مدرن، یعنی که تو کار فرش بالاخره دو سبکه، فرش هایی هستن که خب کار اصفهان هستن، الان مثلا اینایی که میبینین بیشتر کار اصفهان هستن، خیلی کار قدیمی نیستن، ولی امضاهای خیلی مهم می روی این فرش ها هستن دیگه. مهمترین و بزرگترینشون یکیشون الان اینجا مثلا این امضای حکمت نژاده که خیلی امضای مهمیه، کارشون بی نظیر بوده و مثلا داریم مثلا سیرفیان داریم. بله سیرفیان خیلی از این فرش ها کار سیرفیان هستن که همون امضا میبینین اصفهان سیرفیان و دیگه فرش های دیگه که میبینین اینجا مثلا جالبه. این کار ترکی هست و قدیمی ترین فرشتون کدوم هست الان اینجا؟ قدیمی ترین هاش مثلا همین فرش که رو زمینه. بله فرش که رو زمینه تمام ابریشمه و قدیمیه و البته فرش های قدیمی تر از این هم داریم که الان اینجا نیست، ولی فرش خیلی هم دوست دارم، آخه فرش های جدید هم خیلی هنوز زیبان. پس دوستان ما اگه خواهن داشتن فرش های انتیک یا حتی فرش های ابروز هستن میتونن به اینجا تشریف بیارن. خب بریم بیرون هم بخش دیگری مونده نگاهی داشته باشم، البته بخش های دیگری هست ولی سعی میکنیم در همینجا تمامش بکنیم. اینم که خیلی قشنگ و زیباست، مثل همون اینو دیگه بهش ساعت و شمدون نمیگم، میگن خانوم و شمدون. درسته؟ بله بالا این بله چرا دیگه این ساعت هم داره دیگه. بله 100%. بله اینجا ساعت هم داره ولی موضوعش اینه که جالبه که خب این با سنگ دیگه ای ساخته شده، یه سنگ خیلی رنگ زیبایی داره و در قرن 19 از این سنگ استفاده می شده، روژ ماربل بهش میگن و خب یه سنگی که با برای تزیین خونه خیلی زیبا هست. این در این بالا خیلی عظیمه، خیلی قشنگه، از بیرون هم خیلی جلب توجه میکنه. داستانش چیه؟ بله همون جور که بارها اشاره شد بهش، کریستال بهترین کریستال و هنوز که هنوز کمپانی باکارا میسازه. این شندلیه کار باکاراست، کار قرن 19 است و خب زیباییش دوباره به همین دلیله که توضیح دادیم تمام کار دسته، کار دسته و بیشتر کاخ‌ها تو حالا کشور خودمون یا در فرانسه ورسای همه شندلیرهایی که می‌بینین کار باکاراست، کمپانی باکاراست. خب اینجا هم که همینطور که نگاه می‌کنیم بخشی از عتیقایی هست، عتیقایی هست که برای تزیینات به کار گرفته میشه. این ویترینا خب خوبی شده و اینم خودش جای خودش داره دیگه. بله خیلی جالبه این مجسمه لوستری که دست گرفته شده. بله. خیلی جالبه. بله اون یعنی احتیاجی هست که را آویزون کنه. بله. خودش برای شما نگه بله. داشته خیلی قشنگه. بله همون مثل یه دونه دیگه هم داشتیم که بهش تورشر میگن به فرانسوی و اینا هم بیشتر برای ورودی مثلا قصرها استفاده میشده، در اون زمان شم میذاشتن، خب الان دیگه چیز برق سیم کشی شده که به برق. به هر حال نظر من خانم ها و آقایان، رومی انتیکس یک محلیه، یک گالریه، یک مکانیه که واقعا باید بهش بسیار احترام گذاشت. یک مرکز فرهنگیه، یک مرکزی است که میتونه در مسئله تاریخ هر کشوری که امروز می‌بینیم اکثر اجناسی که اینجا وجود داره، انتیکایی که هست، تعلق داره به کشور فرانسه. و ببینید مردم فرانسه و دیگر مردم دنیا با چه زحماتی این اجناس رو نگهداری کردن تا امروز اومده به بیولی هیلز رسیده. و به نظر من هر کسی در هر شرایطی باید به این کار فرهنگی احترام بذاره و باید مشوق باشه و باید حمایت بکنه. و تبریک میگم به دکتر اکمل و خانم نازنینشون که تونستن چنین کار بزرگی رو با تمامی زحماتی که وجود داره فقط برای اون عشقی که هر کسی باید در رابطه با مردمش داشته باشه، فرق نمی‌کنه مردمش کجایی باشن، ولی این عشقی که آدم به مردمش داره تبدیل می‌کنه، یه کسی که وارد اینجا میشه با هر شرایط مالی که باشه میتونه
جنسی رو، انتیکی رو یا خدمت شما عرض کنم عتیقه رو از اینجا بگیره و در منزلش نگهداری کنه. هم میتونه به صورت این باشه که یک زر و زیور زیبا و قشنگی باشه از نظر تزئینی برای دکوراسیون منزل یا محل کار، ولی از جهت دیگری هم میتونه تشویقی باشه برای فرزندان شما، برای آینده. اینه که من تبریک میگم به دکتر، به تمامی همکارانشون، و به نظر من شما عزیزان در هر شرایط مالی که هستید باید بیاید. البته بهتون بگم که رومی انتیکس در سه شعبه هستش، یکیش در بیولی هیلز هست، یکیش در پاسادینا هستش و دیگری هم در گلنده. به هر حال ممنون و سپاسگزار هستم از شما و از کوچی عزیزم برای همکاری صمیمانه که همیشه با من داشته و این گزارش فرهنگی رو ما برای شما تهیه کردیم. شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید میتونید تماس بگیرید، با همکاران و یا خود آقای دکتر اکمل تماس بگیرید و شما رو راهنمایی خواهم کرد برای هر گونه، هر صورتی که بخواید در رابطه با مسائل انتیک آشنایی بیشتری پیدا کنید و یا در منزل خودتون نگهداری کنید. برقرار باشید. امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر.